زیرا که باور دارم که این دانشمندان نیستند که تغییری در جهان میدن. هرگز این سربازان هستند که شرایط رو برای تکامل و اعتلای انسان آماده می کنن. مرز رو آرام می کنن. در خانه آرام می تونی بنشینی و دانشت رو افزون کنی. به خاطر این هست که من احترام دارم برای شما افسران و درجه داران و سربازان ارتش شاهنشاهی ایران. من طرحی بی نظیر دارم. این طرح رو برای هیچ کس تا زمانش نخواهم گفت. به شرف سوگن این طرح به گونه قابل اجرا هست. بگونه ای که با یک دوران انتقالی کوتاه، شاید چند ساعت، شاید چند روز، هموطنان گرامی، چنان زمان امور این سرزمین رو به دست خواهد گرفت که در جهان به طرف سوگند با انفجار روبرو خواهیم شد. به لحاظ باور به ارزش ها که چگونه یک ارتش که 30 سال دور از امور بود این گونه تونست یک کشور رو رها کنه. چگونه؟ زیرا که فرماندهی مانند هوبخشتر در تاریخ داره. هموطنان گرامی، فرماندهی مانند رضا شاه بزرگ و فرماندهی مانند شاهنشاه آریامهر و امروز فرماندهی مانند هوشنگ از انجمن پادشاهی ایران، میراثدار داریوش بزرگ. توجه کنید به سخن من. بدون شما هیچ اتفاقی در این سرزمین نخواهد افتاد. سرافکندگی تاریخی رو رضا پهلوی به شما افسران ارتش شاهنشاهی ایران تحمیل کرد. با منتظر فرمان بیگانه بودن، با ترس، با مسامحه پوزش میخوام، با دنبال بخشی از به قول معروف جناح حاکمه جمهوری اسلامی را افتادن، ننگی رو بر ارتش شاهنشاهی ایران تحمیل کرد. ارتش شاهنشاهی ایران رو خانه نشین کرد. بسیاری از جنرال های ارتش شاهنشاهی رو میشناسم. بسیاری از افسران ارشد و افسران جزء ارتش شاهنشاهی ایران رو میشناسم. هموطنان گرامی، من همه رو میشناسم، در ارتباط همه هستم و ما میتونیم این ننگ تاریخی رو از دامن خودمون، از دامن ارتش شاهنشاهی ایران، از دامن شاهنشاه سربلند ایران پاک کنید. میخوام که آماده این باشید که روزی که من اعلامیه رسمی انجمن پادشاهی ایران رو از هر جا که صلاح بدونم در ارتباط شما سربازان این سرزمین خواندم، میخوام که در اولین فرصت به انجمن پادشاهی ایران به پیوندید تا ما این ننگ سبز رو براستی پاک کنیم. شما منتظر رضا پهلوی نشستید که ایشون ارتش جمهوری اسلامی رو
به رسمیت میشناسه. منتظر فرمانده و شاهزاده این نشستی که سپاه پاسدار رو، کروبی رو، مرتضی رو، نمایندگان تازی رو به رسمیت بشناسه. نه شما افسران دلاور و خردمند و دانشمند شاهنشاه آریاور و ارتش شاهنشاهی ایران رو. میدونید چرا؟ میدونید مشکل هموطنان ما در خارج از میهن چیه؟ هموطنان گرامی، خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم سایی شدن آسان بود. نشستید کنار، نشستید در کشورهای خارجی پای کامپیوتر، چند تا ایستگاه تلویزیونی هم برای شما درست کردن با مزدورانی در رفتش، کارگزاران مزدوری در میانش، همه رو ثبت کردید، زیرا که ثبت شدن خرجی برای کسی نداره. نیازی به این نیست که گامی به جلو بذارید. نشستید از جام ملت ایران مایه میدارید. بیاید بیرون، بیاید بیرون چه کنید؟ اگر میدون آزادی رو بگیرید، جمهوری اسلامی سرنگونه. احمدی نژاد با سپاهش مردک، اون زمانی که تو خواب بودی مشغول چلو کباب خوردن بودی، دشمن میدون شهیاد رو گرفته بود، مردک خفه شو. گام به گام سرخوردگی رو به ملت ایران تحمیل میکنه این به قول من رو جنبش سخت. من انفعال رو در ملت ایران و پسی بودن رو براستی میبینم. پس از سرفکندگی 22 بهمن آمدم توی تلویزیون، همین تلویزیون در روبروی شما ملت ایران، گفتم براستی اگر از خانه بیرون نیایی به نفع شما. چون من که بچه نیستم، من که این تاریخ رو میشناسم، من که جهان رو میشناسم، دیگه گول از رضا پهلوی و احمدی نژاد و کروبی که نمیخورم. هموطنان گرامی، دست بردارید، مسئولید. یاران انجمن پادشاهی ایران، مسئولیتی به گردن شما هست که به راستی اگر آگاه به اون بودید گردنتون رو خورد میکرد. دست بردارید از روی خطهای تلویزیون های لس آنجلسی رفتن، به پیوندید به انجمن پادشاهی ایران. هیچ چیز ندارید که از دست بدید. من که میخوام این جنبش رو رهبری کنم، من که میخوام رهبری ملت ایران رو به عهده بگیرم، با کار روزانه، با قول معروف بی‌نوایی، با زحمت، با نداری، چه چیزی رو میخوای از دست بدید که مبادا هوشنگ به دست بیاره؟ مسئول هستی. من همه شما رو، تمام کسانی که باور به فولاد بند داشتید، به راست یا به دروغ، یک بار دیگه دعوت میکنم به انجمن پادشاهی ایران بپیوندید. هیچ کس هیچ زمینی زیر پا نداره جز دو گروه: انجمن پادشاهی ایران به رهبری هوشنگ و جمهوری اسلامی که ما رو در رو استادی. بقیه گروه ها در طی این 30 سال بی اعتباریشون و بی خردیشون مشخص. هیچ تندری در ایران در جریان نیست. هرگز عملیات خرابکارانه و کشتاری از طرف انجمن پادشاهی ایران در ایران اتفاق نیفتاد.
من در ارتباط سنگاسنگ فولادبند بودم که هیچ یک از شما نبودید.